خب میرسیم به فصل اول این مجموعه آموزشی که در واقع اسمش هست آشنایی با تکنیک المان محدود یا همون اجزای محدود خب هدف از ارائه این فصل عبارت هست از تعریف المان محدود تعریف مدل المان محدود توضیح توابع شکل یا همون شیف فانکشنز یا اینترپولیشن فانکشنز و توضیح مرتبه المان خب پیش از هر چیز من میخوام بپردازم به انواع روش های حل عددی معادلات PDE یا همون پارشال دیفرنشال اکویشنز ببینید همونطور که میدونید زمانی که ما میخوایم بیایم و رفتار یه محیط پیوسته مثل سیال، گاز یا جامد رو بررسی بکنیم با اول باید بیایم معادلات حاکم بر اون رو به دست بیاریم که در واقع معادلات حاکم بر محیط های پیوسته یه سری معادلات پی هستند که در واقع بهشون میگن معادلات دیفرانسیلی با مشتقات زمینی و در واقع زمانی که ما میخوایم بیایم اینها رو به صورت عددی حل بکنیم یه سری روش هایی شدن واسه حل کردن این معادلات به صورت عددی یکی از این روش‌ها روش کنترل روش ولیوم هست که در واقع توی دینامیک سیالات محاسباتی یا همون CFD ازش استفاده میشه روش بعدی فاینایت دیفرنس یا همون روش تفاضلات محدود هست که هم توی بحث‌های سیالاتی ازش استفاده میشه و هم توی بحث‌های جامداتی ازش استفاده میشه و روش بعدی هم روش فاینایت المنت هست که بیشتر توی حوزه‌های جامداتی مورد استفاده قرار میگیره که منظور از فاینایت المنت المان محدود هست حالا من جلوتر توضیح میدم که چرا به این روش میگن روش المان محدود ببینید همونطور که میدونید زمانی که ما میخوایم بیایم حالا معادلات حاکم بر یک محیط پیوسته رو حل بکنیم اول میایم یه المان کوچیکی از اون رو در نظر میگیریم که طولش هست دلتا ایکس و دلتا وای و دلتا زد و میایم نیروهایی که به المان وارد میشن و مینویسیم و در واقع میایم بعدش قانون دوم نیوتن و قوانین فیزیکی مشابه رو برای اون المان می نویسیم و اون نیروهایی که مشخص کردیم رو توی قانون دوم نیوتن وارد می و بعد میایم معادلاتی که نوشتیم رو ساده سازی می به این المانی که طولش دلتا ایکس و دلتا وای و دلتا زده و بعد دلتا x و دلتا y و دلتا z به سمت صفر میل میکنن و تبدیل میشن به دی و دی و دی z اصطلاحا المان اینفینیت سیمال گفته میشه یا اینفینیت سیمال المنت که در واقع به معنی المان بی نهایت کوچک هست علتش هم چی علتش هم این هستش که ابعاد المان به سمت صفر میل میکنه و در اون دلتا x تبدیل میشه به دی و در واقع روابط تفاضلی به فرم دیفرانسیلی در میان و حد تبدیل میشه به مشتق از اون معادله حاکم بر سیستم به صورت یه معادله دیفرانسیل به دست میاد حالا شما بیاین المان رو در نظر بگیریم که طولش به سمت صف میل نکنه و همون دلتا ایکس باقی بمونه تو این حالت اندازه المان دیگه بینایت کوچک نیستش و مقدار عددی مشخصی مثل یه سانتیمتر یه متر یا یه میلیمتر داره به این المان اصطلاحاً فاینایت یا المان محدود گفته میشه و لغت محدود اشاره به کوچیکی و بزرگی المان نداره المانی با, الیمان با, الیمان با طول یه متر هم المان محدوده المانی با طول یه سانت هم المان محدوده المانی با طول یه متر هم المان محدوده و در واقع علت اینم که به این المان ها المان محدود گفته میشه این هستش که سایز این المان ها مشخصه و به سمت صفر یا بی نهایت میل نمیکنه و زمانی که ما داریم معادلات رو به صورت عددی حل می از اونجایی که ما با اعداد و ارقام طرف هستیم نمیتونیم از علمان هایی که بینات کوچیک هستن استفاده کنیم و به خاطر همین مجبوریم از علمان هایی با اندازه مشخص استفاده بکنیم ببینین من در اینجا اومدم یه شکلی و توی نرم‌افزار آباکوس رسم کردم و در اینجا اومدم مشش زدم و در واقع اومدم هندسه خودم رو تبدیل به یه تعداد مشخصی المان کردم که به این کار اصطلاحا میگن مشبندی یا همون مش زدن که یه نوع تکه تک سازی یا دیسکریتیزیشن هستش در اینجا هم شما مشاهده میکنید که ما یه همچین هندسه یا با مش زدن تبدیل به این هندسه کردیم و اومدیم مدل هندسی خودمون رو به مدل المان محدود تبدیل کردیم مدل المان محدود از گره و المان و نقطه انتگرال گیری تشکیل شده که در واقع ماهیت نقطه انتگرال گیری مثل ماهیت گره و المان نیستش و یه مقدار متفاوته و نقطه انتگرال گیری واسه حل تقریبی انتگرال های عددی توی المان استفاده میشه که من جلوتر یه سری نکاتی رو در موردش خدمتون عرض میکنم ببینید توی مدل المان محدود ما دیگه با حجم ها و سطح ها و لبه ها طرف نیستیم بلکه با گره و المان طرف هستیم و در واقع این گره ها و المان ها هستن که میان هندسه رو برای ما نمایندگی میکنند و حلگر المان محدود فقط گره و المان و هر چیزی که روی این دوتا تعریف بشه رو متوجه میشه و حلگرهای المان محدودی آباکوس هم یکیشون آباکوس استاندارده و یکیشون و حلگرهای علمان محدودی آباکوس که برای بحثهای جامداتی و سازه این مورد استفاده قرار می گیرن آباکوس استاندارد و آباکوس اکسپلیسیت هستند که ما توی این دوره آموزشی به صورت کامل روی این دو حلگر ما نوف و تمام تنظیماتش رو خدمتون بیان می خب من در اینجا اومدم و یه المان از نرم افزار آباکوس رو اووردم که در اینجا شما مشاهده می کنید که دو سری شماره گذاری روش وجود داره یه شماره گذاری نارنجی رنگ و یه شماره گذاری بنفش رنگ که شماره گذاری نارنجی رنگ مربوط میشه به شماره جهانی المان یا همون Elements Global Number و در واقع شماره گذاری بنفش رنگ مربوط میشه به شماره هر گره روی المان ببینید المانهای های مرتبه اول روی هر گوششون یه گره وجود داره و در واقع این گره یه شماره گذاری لوکال یا داخلی داره و یه شماره گذاری گلوبال یا جهانی داره که در واقع ما توی آباکوس میتونیم بیایم شماره گذاری لوکال المان رو ببینیم که من جلوتر نحوه انجام این کار رو خدمتون بیان میکنم